داده شده. شکر میکنیم خداوند برای امروز مبارک، شکر میکنیم خداوند برای همه اونهایی که عاشق این عید مخصوص بودن و امروز کنار ما نیستن. به طور مخصوص پدرم رو به یاد میارم که عید فاوریتش عید پنتیکاست بود. امروز روح قدوس خدا اینجاست تا با ما کاری بکنه. خداوند امروز کمک کن تا الهام بخش باشیم، امید باشیم، قوت باشیم، تراوت باشیم برای جان کسی. خداوند امروز از دونه دونه ما استفاده بکن تا اون کسی که خداوند مورد نظر توه، همه اون افراد طبق مرام پنتیکاست روح قدوس تو رو دریافت کنن و پر بشن. فیلادلفیا ایلام برمیخیزیم به حرمت روح قدوس خدا. میخوایم اعترافای ایمانیمون رو با قدرت اجازه‌انگیز روح خدا انجام بدیم. آمین. ایمانهامون رو به هم قفل میکنیم و اعترافای ایمانیمون رو انجام میدیم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که میدانم همه چیز برای خیریت من در کار است، چون فرزند او هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که هر اسلحه‌ای که به ضد من ساخته شود پیش نخواهد برد، چون عدالت من از جانب پدر است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم که به زخمهای عیسی شفا یافته هستم. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم حتی اگر 10,000 دشمن از سمت راست و 10,000 دشمن از سمت چپ مرا تعقیب کند، پیروزی از آن من خواهد شد. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم چون او آرامی من است استرابی ندارم. هاللویا. در نام مسیح خداوند اعلام میکنم خانه شدم تا سر باشم ندم، بلند باشم نپس، قرض دهنده باشم نه قرض گیرنده. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام می کنم هیچ محکومیتی بر من نیست، چون روح حیات مسیح مرا از شریعت گناه و مرگ آزاد کرده است. آمین. در نام مسیح خداوند اعلام می کنم قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می‌بخشد، نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح قدوس او قادرم. آمین. برای وجود لاویان خدا، مقدسین خدا، پرستندگان خدا، هر قدمتون برکت باشه. در نام مسیح خداوند اعلام می‌کنم محکوم به پیروزی هستی، چون وارث عیسی مسیح هستی. وعده بزرگ از آن توه، به کمتر از این قناعت نمی کنیم. وارثین و فرزندان هستیم. شکر میکنیم خداوند رو، شکر میکنیم. چه برکتی که امروز زیبا میتونیم چهرهای زیبای شما رو داشته باشیم. امروز پر از سورپرایز بوده. خدا رو شکر میکنم. جلال بر عیسی مسیح. پیامی که امروز قرار داشته باشیم از دو تا آیه هستش، یکی بکاپ اون یکیه. من از اعمال رسولان باب 15 آیه 16 اگر اشتباه نکنم رو تقدیمتون میکنم که اینطوری میگه: بعد از این رجوع نموده خیمه داوود را که افتاده است باز بنا میکنم. بعد از این رجوع نموده و خیمه داوود را که افتاده است باز بنا میکنم. این وعده مبارک خداست که او باز میگرده و خیمه داوود را دوباره از نو بنا میکنه برای مقدسین خودش. این برکت مبارک برای توه و آمین که این وعده برای تو تأخیر نکنه.
کتاب دوم سموئیل باب 6 یه آیه خیلی مخصوص داره، جایی که داوود پادشاه مدهوش عشق خدا هستش و سرشار از خوشی خداست و داره ذوق میکنه و دلیلش رو امروز قراره با هم نگاه بکنیم. توی این آیه کتاب دوم سموئیل باب 6 آیه 17 اینطوری میگه، تابوت با آیه 14 تارگت ما هستش، داوود و داوود و داوود پادشاه اسرائیل با تمامی قوت خود به حضور خداوند رقص میکرد. داوود با تمام قوت خودش در حضور خدا رقص میکرد، میرقصید. و میدونید که داوود مردی بسیار پربنیه بود، چون غیر از اینکه پادشاه بود یه جنگجو و دلاور و سردار بود و نظر ورزشی بدن مرتبی داشت و تو فرم بود، و حالا داوود پادشاه در حضور همه انظار با تمامی قوت خودش میرقصه در جلوی جمعیت. و کلام اینطوری میگه، میگه چیزی که بر تن او بود فقط یک لباس کتان سفید ساده بود، چون در حینی که میخواست شروع کنه به رقصیدن، دونه دونه جامعه پادشاهی خودش و تاج خودش رو از سرش برداشت و از تنش بیرون آورد و با یه لباس کتان سفید ساده که در شأن یه پادشاه نبود، ولی در حضور خدا با تمامی قوتش رقص کنان جلو رفت. پدر شکرت میکنم و جلالت میدم امروز خداوند، مرسی خداوند برای این برکت عظیم، برای دونه دونه مقدسین تو که اینجا هستن خداوند، تو دونه دونه اونها رو برگزیدی، انتخاب کردی و به اینجا آوردی، و خداوند این عظمت برکت رو دست کم نمیگیریم، سپاسگزارتیم و مدیونتیم که در نجات تو هستیم و تو رأس مایی و تو سر مایی و تو پادشاه مایی. خدای قدوس تو داد رأس ما هستی، میپرستیمت. خداوند اون شعف و اشتیاق رو در دل دونه دونه ما بذار تا بتونیم با تمامی قوت در حضور تو برقصیم خداوند، و شادیمونو به دنیا نشون بدیم. خدای قدوس امروز ایمان دارم تو کار عظیمی میکنی و کار شعف رو در ما تمام میکنی، دونه دونه ما رو پر میکنی خداوند، و حتی یک نفر از ما دست خالی از اینجا بیرون نخواهد رفت. در نام اعظم عیسی مسیح شکر شکر شکر. من میدونم من یک قسمت هایی رو براتون خوندم، خواستم فقط معرفی بکنم اون اهمیت خیمه داوود رو در ابتدا که در اعمال رسولان یعنی در عهد جدید راجبش صحبت میشه، کاری که هزاران سال قبل یه مرد جوان، یه پادشاه جوان در 30 سالگی در عهد عتیق انجام میده، یه کار انقلابی و متفاوت انجام میده و دلیل داره که او این کار را انجام میده. او مردیه که به دنبال قلب خداست، اولویت او در زندگی اشتیاق خدا، آرزوی خدا و اراده خداست. شاول پادشاه زمان بوده، اولین پادشاه کشور اسرائیل. شاول از خداوند یه پوزیشن قوی میگیره، مقام پادشاهی رو میگیره، از دست خداوند چیز رو میطلبه و دریافت میکنه، دست خداوند تاج رو بر او قرار میده و او رو مس میکنه. ولی شاول به دنبال قلب خدا نیست، به دنبال اشتیاق و آرزوی خدا نیست، به دنبال دریافت حضور خدا نیست. داوود مردیه که مس ولی عهدی داره، سالیان سال
منتظره و در انتظاره و انتظار ادامه داره و سختی ادامه داره و مانع خیلی زیاد بر زندگیش وجود داره، ولی عهد منتظر، ولی عهدی که منتظره. عیسی مسیح اینطوری میگه موقعی که میخواد صعود کنه، میگه در این مکان بمونید و منتظر بشید و منتظر بشید و در انتظار باشید و بمونید در اینجا. و شاگردان 10 روز در اون مکان میمونن، 10 روز در دعا هستن. میدونم ما امروز بیدار شدیم، مسواک زدیم، صبحونه خوردیم و اومدیم اینجا. شاگردان 10 روز تمام منتظرن. اینجوری نیست که فقط وارد بالاخانه میشن و دعا میکنن و زبانهای آتش برشون میریزه. خداوند میگه اینقدر منتظر شو تا روح قدوس خدا برت بشینه و به تو قوت بده. خداوند اینجا هستم نه برای که فقط میخوام اینجا باشم، خداوند اینجا چون نیاز دارم به قوت روح قدوس تو. امروز نیاز دارم، امروز خداوند به تو نیاز دارم، روح قدوس خدا، روح تراوت، روح شفا، روح حیات، روح ترمیم شدن. خداوندا ای روح قدوس خدا برای تو منتظر میشم، همونطوری که سرور من و پادشاه من گفت برای تو به انتظار میشینم در دعا و در خلوت. خدای قدوس تا تو ای روح قدوس خدا با قوت اجازه انگیزت بیای، مثل بادی بر من بوزی خداوندا و مثل زبانه آتشی بر من بشینی و زندگی منو شعله ور بکنی خداوندا. منور همه منوراهای دعاهای خودتون رو روشن نگه دارین، عصای کهانتتون رو، هارونهای این کلیسا، لاویان این خداوند بلند کنی، چون روح قدوس خدا قراره بیاد. یک روز خواهرازی تو دارم دعا میکنم، مامان ازیدا یه هفته دعا میکنم، خداوند میگه منتظر باش. قبل از اینکه روح قدوس خدا بیاد حرکت نکن، بشارت نده، خدمت نکن، موعظه نکن، هیچ کاری نمیخوام بکنی. منتظر شو، منتظر شو تا اون کاملیت روح قدوس خدا بر جانت بشینه. اونجا قوتی داری. شاهد شاهد از من شاهدی بساز، ای روح شهادت زندگی منو پر از شهادت کن. تا شاهد نیاد روح قدوس خدا، از ما شاهدان تولید نمیشه. میشه یاد گرفت، میشه تقلید کرد، ولی فقط کپی برداریه. ولی وقتی روح قدوس خدا به تو اصابت میکنه، اون موقع شاهد مبارک عیسی مسیح هستی. شاهد شاهد از من شاهدی بساز برای همه اعمال نیکوی خداوندم. ای خدای خودت، امروز روزی نیست که میخوایم بگیم خدای ماشین میخوام، زن میخوام، شوهر میخوام، اینو میخوام، اموال میخوام. خداوند ما میگه ها، این کار بت پرستانه، این نگرانی عظیمی که داریم برای مسائل مالی، دنیوی، فیزیکی، خیلی خوبه همه چیزو به حضور خدا بیاریم، ولی امروز روزیه که قراره فقط حضور او رو بطلبیم. و خداوند میگه شاول خسته شدم از تو، چون فقط به دنبال مسائل خودتی، پادشاهی خودت، مقام خودت، پوزیشن خودت، کارهای خودت. من مردی رو پیدا کردم که در جستجوی قلب منه، قلب منو میخواد، حضور منو میخواد، جلال حضور من رو دریافت میکنه. وقتی هیچ کس نگاه نمیکنه برای من میرقصه، وقتی همه نگاش میکنن در مقام یه پادشاه حاضر فروتن شه و برای من برقصه، من اون کس رو پیدا کردم. شاول از تو خستم، تو رد شده ای، تو مردودی، دو چیزی از قلب من میخواد، تو فقط از دست من چیزها رو میخوای. خداوند روح داوود رو بر ما قرار بده، قلب داوود رو بر ما قرار بده. خداوند از دستان دیچی نمیخوام، فقط حضور تو و جلال حضور تو رو میخوام. خداوند جلال خدا بر تو از تو عبور بکنه، چیز نوینی در تو تکون بخوره و عوض بشه در نام اعظم عیسی مسیح. حضور خدا، حضور خدا، اون روشنی شکاینای نور خدا بر تو طالب بشه، نوری که هیچ کس دیگه نمیبینه ولی تو میبینی. اون نور عظیم و از حضور مبارک او، سنگینی حضور او رو دریاب. وقتشه دیگه، بسه بسه از کوچیک موندن، از شاول بودن،
دست برداریم. خدای قدوس، ما سنگینی وزن کابود تو رو میخوایم خداوند، حضور تو رو میخوام حس کنم خداوند، میخوام حس کنم وقتی بر من نفس میکشی در گوش من سخن میگی، منو لمس میکنی، منو تسلی میدی و منو قوت تازه میدی که عیسی مسیح به من وعده داده. در اون قوت تازه امروز بلند میشم در روح شاهد و میخوام شاهد خداوندم باشم، شاهدی برای قوم ها، برای قوم خودم به طور مخصوص خداوند. زندگی من میخوام پر از شهادت باشه خداوند. شاهد شاهد منو لمس کن، منو پر کن خدای قدوس، شاهد شاهد از من شاهدی امین بساز خداوند. ای عیسی مسیح برای وعده تو منتظر میشم، اینقدر منتظر میشم تا روح قدوس تو بیاد و منو پر کنه خداوند. تعجیل نمی کنیم برای اون منتظر میشیم. چیزی که بهت میده ماورای تصورته، از تو عظیمتره. باید انتظار بکشی، باید آماده باشی، باید زبان پرستش داشته باشی. من حوصله ندارم خیلی دعا کنم، دیگه جمله بلد نیستم، اما رو گفتم آیم دیگه نمیدونم. یه فریاد شعف در حضور او، چون خوشم چون تو رو دارم، اون شعف تو بیرون بریز، برای خدا هلهله کن و بگو من بی پادشاه نیستم، من بی دادرس نیستم، پادشاه جلال خدای منه، حامی منه، من در او وجد میکنم. و خداوند میگه بیشتر از هر دعای دیگه قلب منو لمس میکنه. دریافت کن روح قدوس منو در نام عیسی مسیح، در نام قدوس عیسی مسیح روح حیاتو دریافت کن و بیرون بیا از تمام غرها و شکایت ها. شادمانم در تو خداوندا، شادمانم در تو. امروز روزیه که میخوایم حضور او رو بطلبیم، چون تمام پنتیکاست برمیگرده در حقیقت به اون اینکانتر، اون ملاقات شخصی که با خود خدا داریم و روح او بر ما می نشینه و ما رو پر می کنه. امروز بدون ملاقات اگر از اینجا بریم، پنتیکاست برای ما انجام نشده. و من می خوام بهتون یه چیزم گوش زد کنم، حالا وسط داستان اون مردی که قلبش فقط اشتیاق حضور او رو داره، میگه قلب او در جستجوی منه و بخوام اینو براتون توضیح بدم یعنی چی و چرا خدا او رو انتخاب کرد. ولی وسط این میخوام یه آیه رو به یادتون بیارم از اعمال رسولان باب 19. اینطوریه که پولس تعلیم میده، صحبت میکنه، مردم نجات رو میگیرن، براشون دعا میکنه، تعمید میگیرن و بعد که اونها رو میبینه میگه آیا تعمید، آیا روح القدس رو دریافت کردی؟ برای همه اونایی که فکر میکنن اگر فقط تعمید آب رو بگیرن حتما روح القدس رو دارن، و پولس میخواد ازشون که اجازه بدن به پولس براشون دعا کنه، تا حالا تعمید روح قدوس خدا و روح القدس رو دریافت کنه. امروز دست خالی از اینجا نمیریم خداوند. اگه با روح نگرانی و مریضی و شکایت و افسردگی اومدیم، اگه با روح نفاق اومدیم، اگه با روح آسیب دیده اومدیم، هر قباری دنیا گذاشته بر روح ما، امروز قراره با روح قدوس خدا از اینجا بریم در شعفی که او هست در نام عیسی مسیح. آمین. خدا شاول انتخاب میکنه، خدا داوود انتخاب میکنه. تا حالا فکر کردین؟ این سوال شخصی برای خودتون، از خودتون بپرسین. این لحظه خودم میپرسم چی باعث شده که خدا منو انتخاب کنه، تو رو انتخاب بکنه؟ آیا اون عطاییه که فقط تو داری، هیچ کس دیگه تو این دنیا نداره؟ اون هدیه‌ای که داری، اون زیبایی که داری، اون صدایی که داری، نواختن، تعلیمت، یا چی باعث میشه که خدا تو رو انتخاب بکنه؟ پیش خودمون ای خدای قدوس،
علی رغم همه ضعف ها شکست ها ناسپاسی ها خداوند ها این برکت عظیم و نصیب ما کردی که منو انتخاب کردی خداوند ها برای ماموریتی که به من دادی. میپرستمت خداوند ها و جلالت میدم. شادی نجات رو برات اعلام میکنم. نذاریم شادی نجات رو از دست بدیم. خدا رو شکرگزار باشیم که جز منتخبینی هستیم که نجات او رو داریم. دست از این همه شکایت برداریم، از یه زاویه دیگه به قضیه نگاه کن، چون فقط من میدونم تمام خطایای خودم و ضعفای خودم و کمبودای خودم و خداوندا میپرستمت برای این همه فیضت. مرسی خداوندا، چون من میدونم که لایق نیستم، ولی تو پر از فیضی، تو پر از فیضی، تو حاضری به شاول فرصت بدی، تو حاضری به داوود با اینکه اشتباه میکنه فرصت بدی. و خداوند میگه کی بیشتر از همه به دنبال حضور من میگرده، کی حضور منو اول میطلبه. چون اگه سلامتی باشه، ثروت باشه، خدمت باشه، زیبایی باشه، آینده باشه، قصر باشه، حضور خدا نباشه، بهت قول میدم در مقام یه ایماندار حراوتی در تو نیست. نظر دنیا اینقدر تو رو ببره تو چیزهایی که پوچه و قادر شادی تو رو بدزده. حضور او پر از شعفه، شعف کامل در حضور اوه. ولی یه اتفاق میفته، اتفاق اینه که یه روزی فلسطینی ها به اسرائیلی ها حمله میکنن و عده زیادی کشته میشن. اسرائیلی ها فکر میکنن که چون صندوقچه ده فرمان رو یادتونه، عصای هارون درشه، نان منا درشه، بیرونش طلای از جنس چوبه، فرشتگان کروبی بر اون نشستن با بالهای باز و شرهای خم، و خداوند قدوس میگه در این اندرونی معبد، در این تبرنک موسی، در اون قدس الاقداس، وقتی این صندوق هست، وقتی خون قربانی برش ریخته میشه، من و تو با هم قرار ملاقات داریم. این وعده منه با تو. اگه میخوای حضور من مستقیما بیاد پر از جلال و حضور منو دریافت کنی، من اونجا میام و منتظر دعای تو و توبه تو و عشق تو میشم و من میخوام تو رو ملاقات کنم. این راه دسترسی. بعد از این پرده زخیم هیکل یه صندوقیه و اونجا محل ملاقات ما و راندووی عاشقانه ما با خداوند. میدونی یکی از سخت‌ترین کارا اینه که آدم با کسی صحبت کنه که عاشق آدمه و خیلی زیاد آدمو دوست داره، ولی آدم خودش اونو زیاد دوست نداره. چون آدم گیج میشه در مقابل اون عظمت محبت، تقریبا میشه گفت چیزی نداره به اون آدم بگه. و دقیقا جریان خداوند و ماه موقعی که او با عظمت عشقش ما رو مخاطب قرار میده، اون موقعی که ما اون عشق رو برای او نداریم، این مکالمه وحشتناکه. امروز خداوند با عشق میخوام به حضورت بیام، میخوام تو بدونی خداوند هرگز قادر نیستم اونجوری که تو منو دوست داری دوستت داشته باشم، ولی این یه ذره عشقم و این یه ذره دلم برای تو بازه که تو درش سلطنت کنی. من تو رو میخوام در قلبم داشته باشم با اینکه کوچک دلم، ولی همه اون کوچکی بازم مال تو خداوند و مختص به تو خداوند. اسرائیلی ها فکر میکنن ما صندوقچه جلال رو داریم. وقتی این صندوقچه میاد و اون مراسم مذهبیمون رو انجام میدیم، روز عید نمیدونم توبه و همه این کارهایی که میکنیم، کاهن میاد میشوره شستشو و قربانی و خون رو میپاشیم، حضور خدا میاد روی صندوقچه رحمت، جلال خدا میاد. پس چه فکر خوبیه ما که اینقدر دشمن داریم این صندوق رو با خودمون حمل کنیم موقعی که جنگ های مختلف میشه و به ما حمله میشه، چون تمام قوت ما جلال خداست، جلال حضور او. چون اگه او با ما باشه کیست به ضد ما؟
حالا خادمانی دارن که صندوق رو موقعی که جنگ میشه حمل میکنن به محل جنگ و معمولا میبرن. ولی این بار که فلسطینی ها با تمام قواشون حمله میکنن، چون متوجه شدن که یکی از دلایل ایستادگی و پیروزی اسرائیلی ها این صندوقه، جلال خداست، حضور خدا با این قومه، حضور خدا با این قومه، پس خیلی راحت میتونیم اونا رو شکست بدیم اگه حضور خدا رو ازشون بگیریم و صندوق رو ازشون بدزدیم. اسرائیلی ها با تمامی اطمینان صندوق رو با خودشون میبرن و جنگ رو کاملا مغلوب میشن. 30,000 نفر کشته میدن و صندوق جلال خدا به دست فلسطینی ها میافته. وقتی اون چه که حرمته و حضور و جلال خداست مثل یه سمبول باهاش تا میکنی، وقتی فکر میکنی یه ابزار فقط برای پیروز شدن، شاول تو فقط از دست خدا میخوای چیز بطلبی، ولی ما امروز فیلادلفیا ایلام اینجاییم، میخوایم از قلب خدا دریافت کنیم. خداوندا من از قلبت میخوام دریافت کنم، من حضور تو رو میخوام. خداوندا برای هیچ چیزی دعا نمیکنم و عیسی مسیح میگه اگه حضور من و ملکوت منو بطلبی همه چیزهای دیگه به سمت تو میاد. حضور تو مبارک خداوندا، من حضور تو رو میطلبم. خلوتی که با تو میرفتم خداوندا در اوج بودم و پر میشدم، دوباره میخوام. به من پس بده خداوندا جلالت رو، من جلال تو رو میطلبم. به من حضور تو بده خداوندا، امروز اومدم پس بگیرم حضور خداوند رو، همه اون حضوری که، قدرتی که، جلالی که دنیا از من دزدیدش، اون خلوتی که دنیا از من دزدید، امروز میومدم پس بگیرم. به من پس بده خداوندا، حضور تو به من پس بده، جلال تو به من پس بده. قومی که در عهد عتیق قوم منتخب خدا محسوب میشه، قوم اسرائیل، قوم اسرائیل صندوق جلال خدا رو داره، اون امکان دسترسی به جلال حضور خدا رو داره. و بعد دشمن میاد و جلال خدا رو میدزده و حالا قوم خدا جلال خدا رو از دست داده. بعضی وقتا میشه جلال خدا، حضور خدا رو از دست داد و خودمونم نفهمیم چه اتفاق افتاد، چی شد که اینطوری شد. باشه که این پنتکاست اون روزی باشه که دوباره پس بگیریم حضورشو، جلالشو، قدرتشو، قوتشو، روح قدوسشو. ایلی رهبر کشور در اون زمان، رهبر کاهنان هست، کاهن ارشد، کاهن بزرگ زمانه، و دو پسر داره. دو پسرش کشته میشن در این جنگ، در جنگی که میبازند، نه تنها جوانانشون رو میبازن، خاکشون رو میبازن، اسلحه و مهمات میبازن، صندوق جلال حضور خدا رو میبازن و از دست میدن. عروس ایلی کاهن بزرگ در حال فارغ شدنه، فرزند به دنیا میاد و این بانو فرزند رو ایخابوت میخونه. خابوت یعنی سنگینی وزن حضور خدا و جلال خدا، و ایخابوت یعنی جلال از دست رفت، جلال رو از دست دادیم. من پسرم رو ایخابوت میخونم چون خابوت از این سرزمین رفت، دیگه جلالی وجود نداره. یه ذره آدم نگاه میکنه به کشور خودمون، تو یه زمانی میشه بازگشت کرد و نگاه کرد و بازبینی کرد و گفت جلال رفت، جلال رفت، جلال در راه حضور خدا قرار بیاد. شاول از قوم بنیامینه. بعد از اون میدونیم داوران میان دیگه، اگه حتما میدونین، چون 17 سالگی داوود مسیح رو دریافت میکنه از سموئیل، مسیح پادشاهی رو دریافت میکنه. شکر برای وجود پادشاهان، ملکه های خداوند، شاهزادگان مبارک خداوند، مقدسین خداوند، قهرمانان ایمان و استقامت و عشق که اینجا هستن. وجودتون قوت قلب ماست،
قلب ما هستید. شکر برای وجودتون. شکر. چه برکتی. مقدسین، کاهنان، پادشاهان، خانواده سلطنتی خداوند اینجاست. شکر میکنم خداوندا برای این همه برکت امروز. خداوندا شکرگزار خداوند هستم برای وجود دونه دونتون. مرسی خداوندا. مرسی عیسی مسیح. شکر برای ذریتتون. شکر خداوندا. داوران بعد از شاول میان، چون شاول خسته میشه و میگه خداوند خسته میشه از شاول و میگه تو فقط دستت به چشمت به دستان منه، من به دنبال مردی هستم که نگاهش به قلب منه و اشتیاق قلبی من و خواسته منه. و شاول مردود میشه، شاول خودکشی میکنه، به شمشیر خودش رو میکشه، پسر عزیزش یوناتان کشته میشه، نوه‌هاش کشته میشن، برادرانش کشته میشن. حالا ریاست کشور میفته دست داوران. داوران اون کسانی بودن که منتخب میشدن و داوری میکنن، هدایت ها میدادن به کشور و از نظر اقتصادی، سیاسی، دفاعی یه کار بزرگ، این اراده خدا رو آشکار میکردن. حالا اگه قوم انجام میدادن یا قوم انجامش نمیدادن، ولی یه چیز عجیبی وجود داره. سالها میگذره از جنگی که من خدمتتون گفتم، چون فلسطینی ها وقتی که صندوق جلال رو، صندوق حضور خدا رو موفق میشن از دست فرزندان خدا در بیارن، اون رو با خودشون میبرن مسلمن. و وقتی میبرنش در معبد خودشون قرار میدن، معبد داجون. صندوق جلال خدا رو در کنار اون بت پلید داجون در یه معبد قرار میدن. فردا صبح که میان به معبد، داجون دستش قطع شده. روز بعدش بلند میکنن دستش رو درست میکنن. روز بعد او به رو افتاده در مقابل صندوق حضور خداوند. و بعد خداوند یه بیماری سری به تمام اونها، بیماری کوچک دردناک سری به تمامی اون افراد میده. به قدری فلسطینی ها میترسند، عزیزم شکر برای وجودت، اینقدر میترسند که درخواست میکنن، خواهش میکنیم این صندوق رو شما از ما پس بگیرید، چون از وقتی این صندوق وارد سرزمین ما شده، ما فقط زیر حمله و خشم خدای شما هستیم. صندوق مال شما، فقط یکی بیاد ببردش. 20 سال میگذره از این جریان. داوران میان، حتی یکیشون به دنبال صندوق نمیره که برگردونه به کشور. میخوام یه صحنه رو جلو نظرتون بیارم. قوم میره به معبد، با قربانی میره، بره میبره و کبوتر و هر چیزی که در وسع خودشه میبره. کاهن اونجا وایستاده، آتش و شستشو و منا و نان و تمام اون دعاها، انتقال گناه، بره رو سر میبرن، خونشو میارن در اندرونی و روی اون قسمت تخت رحمت میپاشن و کروبیان اونجا هست و اونجا رحمت خدا میریزه بر فردی که قربانی رو آورده با تمام دلش. فقط غافل از این که توی این 20 سال در اندرونی معبد، در تبرنک موسا، هیچ صندوق جلال وجود نداره، ولی مردم همچنین ادامه میدن. هر یک شنبه بازم میرن به پرستش، در حقیقت میرن همون کارهای مذهبی رو انجام میدن، انگار نه انگار که این وسیله پایین کشیدن حضور خدا دیگه نیست پشت پرده. مذهب بدون رابطه، این چیزی که مذهب بهت میده، فقط بیا این اعمال رو انجام بده، اینجوری شستجو کن، اینجوری وایسا، این قربانی رو بده و بعد تو دیگه خداوند به تو رحم میکنه. هیچ رابطه با خدا نداره. اونور پرده هیچی نیست، خالی اونور پرده، ولی هنوز وایستادی و اسکناسایی که باید به بچه های کار بدی میریزی تو اونجا، تو اون چیزی که پر از طلاه خودش. هیچی اون پشت نیست، خواهر من، برادر
من چه میخوایم بیدار شیم؟ قوم یهود که منتخب خدا بود در غفلت بود، خدا جلالش رو ازشون گرفت، جلال حضورش رو از اونها گرفت، نه برای اینکه گناه کردن، نه برای اینکه اعمال زنا و بدی و دزدی و کارهای زشت کردن، نه حتی این کارها رو نکردن، فقط به یه دلیل، بت پرستی. چون خدای قدوس رو نپرستیدن، به جرم ناپرستیدن خدا، خدا حضور خودش رو از اونها گرفت. ما خیلی گناهکاریم، ما قوممون خیلی گناهکاره، ما خاکمون زیر لعنت گناهه و مردم هنوز دارن ادامه میدن پشت اون پرده خیالی که برای خودشون اون شانس و امکان رسیدن و لمس جلال خدا رو دارن، قربانی های عظیم میریزند. هیچ کس توی 20 سال، فلسطینی ها التماس کردن، آخر بردن توی یه زمینی میان اسرائیل و فلسطین یه خونه پیدا کردن، یه نفر که نه فلسطینی بود نه اسرائیلی بود، گفتن آقا لطف کن شما این صندوق دفرمان رو شما نگرد، چون وقتی اومدیم ما بردیمش تو معبد گذاشتیم، فقط بلایا داره میاد، ما هر روز داریم از طرف خدا توبیخ میشیم، خدای شما خیلی قدرتمنده، شما حاضر شو اینو برای ما امانت نگرد تا اسرائیلیا بیان ببرن. 20 سال تمام کسی نره. من و هما جون ما هر روز در حال اسمس کردنیم به هم، و اگه یه روز جواب آدم نگیره از همدیگه زنگ میزنه میره در خونه. 20 سال تموم خدا هیچ خبری ازش نبود، حضورش نبود. حتی یه بابا ما پلیس صدا میکنیم وقتی بچه‌مون نباشه، وقتی پدر مادرمون رو نتونیم پیدا کنیم، ولی مردم هیچ کاری نکرد، اصلا برای هیچ کس مهم نبود که حضور خدا اینجا نیست. خداوند امروز اینجاییم تا حضور تو رو دریابیم. هدف و مقصود حضور توه، بدون حضور تو یه انجمن فرهنگی فقط. خداوند قدوس حضور تو رو میخواد. 20 سال تمام، و بعد 20 سال مردی بلند شد و خدا از بالا نگاه کرد و گفت اون کسیه که به دنبال قلب منه، چون قلب من در حقیقت قلب تبرنک و معبد موساست و قلب من همون ده فرمانه و همون رحمته و همون لطفیه که میکنم، بخششیه که دارم، عصای هارونه که شکوفا میشه بعد از سالیان سال در اون صندوقچه، اون منای آسمانی و خوراک آسمانیه. این صندوقچه قلب منه و یه نفر به دنبال قلب منه. بعد 20 سال این همه داور اومد و سلطنت کرد و پادشاهی کرد و اداره کرد، یک نفر سراغ منو نگره، ولی امروز کسی رو میبینم در این مکان که در جستجوی قلب منه. امروز یه نفر اینجاست که در جستجوی قلب منه. امروز یه نفر اینجاست که در جستجوی قلب خداست. اینو به خودت بگیر، اگه قلبت میلرزه، اگه میدونی اشتیاق خدا در قلب توه، چون خداوند فقط به قلب تو نگاه میکنه. و داوود میگه امکان نداره، من خواب ندارم، آرامش ندارم تا حضور خدا رو به این سرزمین دوباره برنگردونم، تا اون موقع مردم من ثروتمند نمیشن، از فقر و ننگ و لعنت آزاد نمیشن، مگر اینکه حضور خدا به این خاک دوباره برگرده و من حرمت خدا رو میخوام انجام بدم، من صندوق حرمت خدا و جلال خدا رو برمیگردونم. و مانع زیاد یبوسیان منو بکشن. اونا یه قلعه مستحکم ساختن، اونا یه عمر و مکانی رو گرفتن که هر کی در دست داشته باشه غیر قابل عبوره، ولی من داوود دنبال قلب خدا هستم و من هر مانع رو کنار میزنم، هر خشم و هر نفرت و هر نبخشیدن و هر غرور و هر یبوسی که تو زندگی من، هر دشمنی که قلعه مستحکم درست کرده در زندگی من و میخواد منو محدود کنه تا من دسترسی به صندوقچه جلال پیدا نکنم، من کنارش میزنم، من هر بتخانه رو خالی میکنم و میشکنم در نام عیسی مسیح، چون فقط یه هدف دارم، جلال خدا به قوم من برگرده، جلال خدا به سرزمین من، به کلیسای من، به خانواده من، به نسل من برگرده. یه هدف فقط دارم. و حالا داوود را افتاده
با هزاران سرباز و در این مسیر میره و داوود پیروز میشه و داوود صندوق رو میتونه دریافت بکنه و حالا صندوق رو داره میاره. و من یه آیه بهتون تقدیم کردم امروز. داوود با تمامی قوت خودش در جلوی همه انظار، در حالی که یک لباس ساده کتانی سفید بر تنش داره، با تمامی قوت خودش میرقصه. او با تمامی قوتش میرقصه. تا حالا با تمامی قوتت رقصیدی؟ فکر کنم من عروسی خواهرم که بود با تمامی قوتم رقصیدم، چون اصلا اهل رقص نیستم کلا، ولی از اون شادی عظیم تا حالا با تمام قوتت شده برقصی، از شعفی که خدا در دلت میذاره. مسیری که داوود میاد برای اینکه صندوق رو بیاره و وارد شهر داوود، شهر اورشلیم، شهر شالوم بکنه، مسیر خیلی سختیه. مسیر اصلا آسون نیست. میخوام گوش کنی، چون مطمئنم برای کسانی هست در این مکان، این لحظه، این قسمت پیام به طور مخصوص. داوود وقتی که این صندوق جلال رو دریافت میکنه، روی عرابه نوعی گذاشتن و به گاوها بستن و خادمینی رو میذاره که کاهنان هستن، لاویان هستن، تا این صندوق رو از طریق این عرابه با گاوهایی که میرن بکشونه، در این مسیر بیاره و وارد اورشلیم بکنه. و گاوها میان و حرکت میکنن خرامان و یه جایش پاهاشون شروع میکنه به لغزیدن و لرزش کردن و اینقدر میلغزن که صندوق ده فرمان، این تابوت خداوند، عصای هارون و منای آسمان و لوحه ها و کروبیان و همه اون چه که قدوسیت خدا رو میاره پایین، در اون زمان در معبد موسی شروع میکنه به افتادن. خادمی که اونجا داره کار میکنه و مسئوله، داوود او رو گذاشته و به این مسئولیت دست دراز میکنه تا این صندوق رو اجازه نده بیفته و خراب بشه، جلوی این مسئله رو بگیره و در جا خدا او رو میزنه. یه ترتیبی بهش اهانت میشه وقتی کسی که باید بدونه و بلده یه چیزی رو دست راز میکنه و میخواد نجات بده خدا رو و نجات بده چیزی رو که قرار دیگران و همه ما رو نجات بده. من نیاز ندارم تو منو نجات بدی، من خدای نجاتم، من یشوع همشیا هستم، من روح قدوس خدا هستم، دست بردار از کمک به خدا. خدای ما قادره و خدا توبیخ میکنه وقتی اون اوردنگ رو، اون ترتیب رو میخوای به هم بزنی، چون تویی که باید بلد باشی، باید رعایت کنی و از تو توقع داره. ولی داوود برای اولین بار در زندگیش غمگینه و افسرده است و برای اولین بار در کلام ما میبینیم در زندگیش میگه من خسته شدم، این کار برای من سخته، من از پسش بر نمیام. چون مردی رو که من قبول داشتم و گماشتم و خودم همراهی کردم با تمامی این اسکورت سلطنتی که فرستادم، نتونستن اینو بیارن، این کار از عهده من خارجه، نه با عرابه نو میشه، نه با سربازها میشه. میدونین مسئولیت هایی تو زندگی وجود داره که نمیتونیم ازش استعفا بدیم؟ میدونستین اینو؟ من میدونم یه راه خروجی ساده وجود داره، یه اسمشو میذارن طلاق و یه عده میذارن مهاجرت و یکی دعوا میکنه میذاره میره، یکی کلید پرت میکنه، یکی میگه آقا دادگاه میریم تموم و یکی خدمتشو میذاره زمین. مسئولیت هایی در زندگی وجود داره پسر من، دختر من، شما نمیتونی ازش استعفا بدی، چون تو آفریده شدی و خدا تو رو انتخاب کرده برای اون مسئولیت. هر کس دیگه بخواد اونو انجام بده فقط یه کپی برداریه. یه چیزی هست که خوانده شدی برای این کار. اگه اینو متوجه بشی، مسئولیت رو زمین نمیذاری، برای کس دیگه نمیذاری، چون چیزی درون توه. مشکلات وجود داره، مشکلات همیشه هست، سخته، بله سخته، برای همین خدا اتفاقا تو رو
انتخاب کرده، چون در تو چیزی گذاشته، چون اون یه نبرده، نبرد نشون میده چقدر میخوای این کار انجام بشه، چی درونته، ماهیت درونی و اشاره درونی تو چیه، چقدر میخوای دریافت کنی، چقدر. بعضی وقتا سختمونه، مشکل داریم بگیم ما میخوایم. نه عزیزم، من تمام عمرم تنها زندگی کردم، من اصلا به دوستی شما، محبت شما احتیاجی ندارم، من خودکفا هستم، من اصلا به هیچ کی احتیاج ندارم. حتی ننگمون میاد بگیم ما به هم نیاز داریم، دلمون تنگه، کجایی، چرا نیستی بابا، من دوستت دارم. و خدا با عشق داره صحبت میکنه با آدمایی که به اون اندازه عاشقش نیستن. این مکالمه خیلی غم انگیزه، باور کنید غم انگیزه. مشکلات هست، مشکلات باعث میشه آدم قوی بشه، چیزی در تو ساخته میشه، قدرتی درت ساخته میشه. من و رامین سالیان سال با هم زندگی کردیم، مشکلات نبوده، مشکلات فجیع بوده و همون مشکلات باعث شده انتخاب کنیم با هم بیستیم و مشکلات رو له کنیم، قوتمندمون کرده، یه تیم قوی از ما ساخته، اتفاقا یه اتحاد ایجاد کرده که من باور دارم طبق کلام همون اتحاد یک شدن حقیقیه که در اندیشه خداست برای زن و مرد. به من پس بده خداوند، به من پس بده، اومدم امروز پس بگیرم، من آرامشم رو میخوام پس بگیرم خداوند، من حضور تو رو میخوام پس بگیرم، من سلامتی و شفا رو میخوام خداوند، اومدم پس بگیرم خداوند، زندگیم و آیندم و سرنوشت الهیم و اومدم خداوند، و آر ندارم بگم خداوند به من پس بده، از دستانت نمیخوام، از قلب تو میخوام دریافت کنم، من شاولوار نمیخوام خداوند، من مثل داوود میخوام از تو دریافت کنم، اومدم پس بدم. میتونی بلند اعلام بکنی اگه برات سخت نیست؟ به من باز پس بده، به من باز پس بده خدای قدوس، اعلام کن، اعلام کن، ازدواجمو به من باز پس بده، سلامتیمو به من باز پس بده، بچهای گم شدمو به من پس بده خداوندا، جوانیمو طراوتمو به من، قوتم رو به من پس بده، حضور تو به من پس بده، جلال تو به من پس بده، شفا به من پس بده در این زندگی، اموالمو به من پس بده خداوندا، ثروت به من بده خداوندا. میتونی به خداوند اینا رو بگی یا سختته بگی؟ خداوندا اقامتایی که نخورده خداوند امروز پس بده در نام عیسی مسیح، از دستت نمیخوام، از قلبت میخوام بگیرم، با پرستش میام، من پرستشم رو میدم، تو برو بشین خدای قدوس و بگو تو خدای منی، تو پادشاه منی، تو سرور و طبیب منی، من از قلب تو دریافت میکنم ای خدای قدوس، هاللویا هاللویا، از قلبت میخوام خداوند، از قلبت میخوام، دنبال مقام نیستم، دنبال پوزیشن نیستم، ثروت رو برای ثروت نمیخوام، ثروت رو برای جلال تو میخوام، تا قوم ها ببینن و بگن این چه پادشاهیه، این گونه خداوند کار میکنه برای افراد کشورش، ما جزو یه ملکوتی، ما در یه پادشاهی زندگی میکنیم، خداوند میگه به خاطر نام خودم، من به خاطر نام خودم به تو میدم، من به خاطر نام خودم، مزمور 23 چی میگه؟ به خاطر نام خود منو نزد آبهای راحت میبری، تا قومها ببینن و بگن او پادشاهی داره، پادشاه او، پادشاه جلاله. خداوند امید و باز پس بده، قوت و سلامتی رو باز پس بده خدای قدوس، خدای قدوس، آینده عظیم، ذریت سالم در نام اعظم عیسی مسیح. خداوند اومدیم پس بگیریم امروز روح تو رو، حضور تو رو خداوند، هرچی رو که توی این مسیر باختیم، نفهمیدیم باختیم، شریر از چنگمون در آورد نفهمیدیم. یه چیز رو میخوام بهتون بگم، یا ما یه تعلیمی داشتیم راجع به تاریکی و نور و گفتیم توی اون تعلیم، فکر کنم موعظه‌ام حتی کردیم غیر از کلاس‌های ملکوت، تاریکی یه انتیتیه که نمیشه اندازه‌گیریش کرد، مثل نور نیست، نور میشه اندازه‌گیریش کرد، درجه داره، میزان داره، تاریکی یعنی عدم حضور خدا، نور، وقتی نور نیست تاریکیه، خدا نور عالمه و همین نامو بر ما هم
گذاشته، اجازه داده ما در این برکت شریک باشیم. خدا نمیگه من نمکم، میگه شما نمکید. بله خدا میگه نور، و وقتی نور نیست تاریکیه. اینو میخوام بگم، یه انتیتی دیگه هم هست این تاریکیه، اسمش هست سکوت. سکوتو نمیتونی اندازه بگیری چند درجه ساکت بود، نمیتونی، ولی صوتو میشه به راحتی اندازه گرفت. فیزیک راحت اندازه گیری میکنه، وسیله داره. حتی با نور اگه هیچی هم آدم متوجه نشه، اون نور روشن خاموش میشه، آدم متوجه میشه اینجا داره. حتی اگه نشنوی میدونی صوت وجود داره. سکوت عدم حضور صداه. ساکت نباش، سکوتو بشکن. تو اوج سختی ها، ناملایمتی ها، کاری که شریر میخواد بکنه و موفق میشه اگر بتونه این کار انجام بده، اینه که تو رو وادار به سکوت کنه. وقتی هیچی نداری بگی، هیچ دعایی نداری، هیچ آیهی نداری، صدای خوشی با به حضورت میارم، ناله میکنم به حضورت. ایمان داران سکوت نکنید در حضور خداوند، چون شریر اولین کاری که میکنه میخواد دهان تو رو ببنده، دهان پرستش، دهان شکرگزاری، دهان عشق، مکالمه عاشقانه‌ت رو با خداوند میخواد ببنده. حاضری سکوت رو بشکنی؟ یکی از بزرگترین مشکلات ما در تاریخ سکوت ما بوده، و جایی که باید ساکت میشدیم ساکت نشدیم، دیوها رو جلال دادیم و دیوها رو دعوت کردیم به کشورمون. امروز روزیه که قرار سکوت رو بشکنیم در نام عیسی مسیح. شریر رو به آرزوی دلش نرسون و سکوت نکن. وقتی هیچی نداری بگی، بگو هاللویا، چون تو زیبایی خداوندا، چون تو با منی خداوندا، چون من تو رو دارم، تو پادشاه منی، تو الفا اومگایی، تو هم الفی هم یایی، تو هم الفای هم اومگایی، تو از پیش بودی و تا ابد خواهی بود، تو همه چیز منی خداوندا، تو سرور منی و تو عاشق جان منی خداوندا. میپرستیمت، میپرستیمت. صدای پرستش ایماندارانو میخوام بشنوم خداوندا، چون امروز روز پنتیکاسته. میخوام صداهامونو بلند کنیم. هیچی نداری بگو شکرت عیسی مسیح. میپرستمت خداوندا، نفسم، خدای من، سرور من، همه چیز من. اوج زیبایی هستی، تو شعف دل من هستی، تو اعتماد به نفس من هستی، تو همه دارایی من هستی، تو منجی من هستی، تو یگانه عشق من و معبود منی خداوند. میپرستمت، میپرستمت، میپرستمت. بر پرستش ما بشی خداوند این لحظه، بر پرستش هر کسی که زبانش جاریه این لحظه بشی خداوند، بشی خداوند. و بپذیر، بپذیر، از قلبت به ما حضور تو بده، جلال تو بده، شکاینای تو بر ما بشینه و از ما عبور کنه. تگی تگی نور رو نمیبینی، سنگینیه، وزن حضورش رو حس کن، حس کن. این چیزی که حس میکنی بغل دستید حضور روح قدوس خداست. اون چیزی که رو شونت میزنه روح قدوس خداست، بر شونه تو میزنه. وزشی که حس میکنی بر چهره، اون باد روح قدوس خداست بر تو میوزه، بر تو میوزه و آینده تو رو داره نقاشی میکنه. ای خدای قدوس سکوتو بشکن، سکوتو بشکن، سکوتو بشکن. سکوت غیر قابل اندازه گیریه، چون زبان من همیشه بازه به پرستش. در نام عیسی مسیح زبان من خاموش نخواهد بود، زبان من هموار از زیبایی تو، از قدوسیت تو میگه، چون فقط تو قدوسی و تو گفتی، تو گفتی جاده سرنوشت فرزندان تو مثل آفتاب مشرقه تا ظهر فقط روشن تر میشه، نورانی تر میشه، پرجلال تر میشه. این سرنوشت ماست. هر دروغ دیگر رو نهیب میدم، باور نکن، باور نکن، باور نکن. خداوند میگه، خداوند میگه جاده سرنوشت تو. خستگی داره این راه، خستگی داره، مشکلات داره بی نهایت. حتی داوود واداد، داوود غمگین شد، ولی خدا گفت تو نمیدونی چیزی درون تو گذاشتم، چیزی که من درون تو گذاشتم روح قدوس منه، به اون تو قادری. حتی اگه سخت، سنگین، دل سردی، ناراضی هستی، دل خوری،
خداوند 10 روز منتظرم برای تو، حاضرم 10 ماه هم صبر بکنم، 10 سال هم صبر بکنم برای اون لحظه با شکوهی که روح قدوس تو میشینه و اصابت میکنه به جان من و پر میکنه وجودم رو به حدی که جای نمیمونه برای بیماری، برای تلخی، برای نبخشیدن. من اومدم تا پس بگیرم. اعلام کن به من پس بده خداوند، حضورتو به من پس بده خداوند، روزهای زیبا رو به من پس بده، قوت آسمان رو به من پس بده خداوند، هاللویا هاللویا، سلامتی رو به من پس بده هاللویا هاللویا هاللویا. کی جرأت داره جسارت کنه در حضور خدا و بگه اومدم تا به من پس بدی؟ او خدای باز پس دادنه، یکی از اسامی او اینه. نه خجالت نکش اگر اینو میگی. خدای عشقو در ازدواج من پس بده خداوند، امید رو به فرزندانم پس بده، مسته پرستشو پس بده خداوند، مضاعف و دو برابر و قوتمند خداوند، سرودهای جدید رو پس بده به ما، همه اونایی که قایمش کردیم به خاطر تلخی هامون، به خاطر شرم و ننگمون، برای سختی هامون. هاللویا هاللویا، اومدم پس بگیرم. هاللویا. تو چی؟ تو چی؟ اعلام کن، اعلام کن. ماما مهری قشنگم، اعلام کن، اعلام کن که اومدی پس بگیری اقامتت رو، مهر اقامتت رو پس بگیر در نام عیسی مسیح. هاللویا 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 هاللویا. آزادی کامل پس بگیر، آزاد شو آزاد شو آزاد شو آزاد شو، پس بگیر پس بگیر. خوشبینی رو، شیرینی رو، کلام شکرگزاری رو. هاللویا 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 هاللویا. خداوندا شاول به تو احتیاجی ندارم، چون من کسی رو پیدا کردم که به دنبال قلب منه، قلب من صندوق جلال منه، حضور منه. یه مرد در تمام این سرزمین 30 سال طول میکشه، داوود 30 سالشه حضور خداوند رو میاره به خاک و میگه این کار رو کردم و من میرخصم، و من میرخصم، نه تنها میرخصم، با تمام قوتم میرخصم. اینقدر طول کشیده، ناراحت نباش اگه طول کشیده. وقتی بگیری قراره مثل داوود برقصی، اون رقص تو لذت آسمانه. من فرشته کلیسای فیلادلفیا ایلامو صدا میکنم تا شفاعت کنه برای تو، برای تویی که خودت نمیتونه بگه خدایا به من پس بده. فرشته کلیسای ما برای ما دعا کن و شفاعت کن. فرشته که مأمور خدایی برای این کلیسا، برای حفاظت و نجات و محافظت ایمانداران و لاویان و پرستندگان و خادمین اعضای خودت، فرشته مبارک خدا شفاعت کن برای هر کسی که نتونست امروز سکوتو بشکنه. تو صدای ما باش در این تاریکی، تو نور ما باش ای فرشته مبارک این کلیسا. شکرت میکنم خداوندا برای مأمورینی که برای ما قرار دادی خداوندا، چون عیسی مسیح اگه تو دعا نمی کردی ایمانمون از دست رفته بود، شریر ما را غربال کرده بود، ولی هنوز این جایی و ریشه داریم در خداوند. اومدیم حضور او رو دریابیم. حضور تو همه چیزه، حضور تو همه چیز خداوندا. من فقط حضور تو رو میخوام، در حضور تو کامل میشم خداوندا. همسر داوود به او میگه تو ننگ منی، من شرم دارم از کاری که تو کردی، من از پنجره نگاه کردم و دیدم تو 3 مست داری، 3 بار مست شدی داوود، سموئیل تو رو مست کرد، تو پادشاه یهودیه شدی و مست شدی و حالا مست شدی برای کل اسرائیل، 3 مست بر توه، همه کنیزان، همه مردم گوشه خیابون به تو نگاه کردن و من شرم کردم وقتی دیدم پادشاه اسرائیل با یه لباس ساده سفید کتان در جلوی انظار مردم میرقصه و شادی میکنه برای یه صندوق. و داوود میگه من برای نظر مردم نرقصیدم، من در حضور خدا رقصیدم و من بیشتر
بیشتر از این خودم رو فروتن میکنم برای حضور او. اگه او حضورش رو به من بده، اگه حضورش به خاک من بیاد، به قوم من بیاد، به خیابون من بیاد، به زندگی هم کلاسی های قدیمم بیاد، من بیشتر از این حاضرم فروتن شم. ای بانو، ای بانو، در حضور او و قوم داره شادی میکنه. قوم رهبر نداشته، رهبر درستی نداشته، رهبران فاسد داشته، رهبرانی نداشته که قلب خدا را داشته باشن. قوم شادی میکنه چون یه رهبر حقیقت سوی خدا گرفته، مس شده آسمان پادشاه. حالا خداوند یه رهبری بده که مس آسمان براشه. خدای قدوس برای قوممون، برای کشور ما خداوند، عیسی مسیح. و داوود میگه این مردم رو میبینی بانو، به دختر شاول همسرشه، یه شاهزاده است، او رو مسخره میکنه. کنیزان به تو خندیدن، او میگه من برای نظر کنیزان نرقصیدم، من برای نظر خدا و حضور خدا رقصیدم. میدونی چرا این مردم این هلله رو میکنن؟ میدونی چرا مردم انقدر شادن؟ فکر میکنی برای اینه که یه پادشاه دریافت کردن؟ رقص من ثابت میخواد بهشون بکنه و نشون بده این پادشاهی که برای شادی میکنن پادشاهی داره که شاه شاهانه. و این پادشاه در حضور او، عیسی مسیح ناصری، یوشع حماشیا، حاضر در فروتنی مطلق برقصه و همه انظار ببینن که او خدایی داره و پادشاهی داره. او پادشاه، نه من. میخوام با فروتنی به حضور خدا بریم، میخوام با تمام وجودمون او رو بسراییم، برای او برقصیم، برای او بنوازیم. یه تغییر بزرگ در دنیا پیش اومد وقتی اسرائیل شاول بر کنار شد از ریاستش و داوود بر تخت سلطنت نشست، چون قوم عوض شد. قوم رهبر، قوم تا حالا قوم بنیامین بود، ولی حالا داوود میاد از سبط قبیله یهودا، از قوم پرستندگان، مردی که پرستنده است، حالا پرستش قرار سلطنت کنه. خداوند اون روزی رو میطلبم که پرستش خدای زنده بر کشور ما سلطنت کنه. خداوند آوازا بچه های کوچه آوازی باشه که تو رو جلال میده. خداوند خدای حی و الوهیم، خدای عدنای. خداوند داوود میگه به من نگاه نکن، من نشونت میدم پادشاه من کیه. من فقط یه پادشاه زمینیم، او پادشاه حقیقیه. و داوود یه کار عجیب دیگه میکنه. داوود صندوق جلال و حضور خدا رو میاره جایی که قبلا خیمه و تبرنک موسی بود، نمیبره، یه خیمه چادر درست میکنه و صندوق رو در اونجا قرار میده و میگه همگان میتونن به این چادر بیان و پرستش کنن. همگان میتونن بیان، زن، مرد، سیاه، سفید، عادلان و گناهکاران. 24 ساعت قرار پرستش جاری باشه. هر ثانیه شبانه روز به خیمه داوود اگر بیای، صندوق ده فرمان، کروبیان دارن زانو میزنن و میگن اگه فقط او رو صدا کنی، او تو رو ملاقات میکنه و رحمت او با تو قرار باشه. اینه خیمه داوود. خداوند میگه زمانهای آخره و در زمانهای آخر من دوباره خیمه داوود رو از نو بنا میکنم. من خیمه داوود رو دوباره از نو بنا میکنم. امروز میخوایم این رختی که رخت غرورمونه، مقام زمینیمونه، پادشاهی و ملکگی و مقام و ریاست رو میخوایم بکنیم. میخوایم این رخت غرورمون رو، رخت منیت، رخت نبخشیدن، رخت ناسپاسی، تلخی ها، رخت شریعت و مذهبی بودن رو بکن از خودت. اینجوری نمیتونی با تمام قوت او رو پرستش کنی. داوودوار یه معبد قرار دوباره بازسازی بشه و بنا بشه در زمانهای آخر.
او بر میگرده تا معبد داوود رو. هر پیش داوری رو امروز در صلیب و محراب زیر صلیب عیسی مسیح در محراب میریزم. هر پیش داوری رو در نام اعظم عیسی مسیح. فریسیانن که باعث میشن مردم به نجات رو نیارن. این ملکوت خداست و مجانی برای هر کسی که دست دراز کنه و بپذیره. عشق و لطف و رحمت خدا رو امروز بگو. من اومدم که پس بگیرم. امروز باز پس بگیر مقامت رو، در مقام رأس خانواده، در مقام وارث حقیقی پدرت، در نام اعظم عیسی مسیح، در نام قدوس عیسی مسیح. ای روح قدوس خدا، ای روح قدوس خدا، ای روح قدوس خدا، بیا. روح عروس میگه بیا. Amen.